یکی از دوستان پرسیده که آیا بیشتر به زبان ارتباطی نداشتم میپرسم آیا بیشتر اسلام در تبعیض علیه زنان تأثیر گذار است یا فرهنگ ما ایرانیان؟ خب من فکر میکنم، یعنی این نظر شخصی منه، اسلام موثره اما فرهنگ بیشتر موثره. اون هم علتش اینه که ما توی بخش های غیر اسلامی کشور هم، یعنی مثلا کسانی که خیلی هم متعصب نیستن روی اسلام، هم اون تبعیض رو داریم میبینیم. یعنی اون تبعیض رو دوست داشتن، حالا به هر دلیلی که شروع شده، اون تبعیض رو و اون مرد سالاریه رو دوست داشتن و اونو توی در واقع عرف خودشون، توی فرهنگ خودشون نگه داشتن، حتی با اینکه از دین جدا شدن. برای همین من فکر میکنم که مسئله فرهنگ خیلی بیشتر موثر. البته خیلی سخته دین رو از فرهنگ جدا کردن، خیلی سخته. بعضی موقع یعنی خیلی خط واضحی بین اینکه دین کجا تمام میشه فرهنگ شروع میشه، خیلی سخته کشیدن این خط. بعضی موقع اصلا فرهنگ، دین یه قسمتی از خود فرهنگه، برای این جواب دادن این سوال بسیار سخت. توی این مورد باید موافقم، واقعا سخته. اما فکر میکنم دقیقا نمونه هایی که ما میتونیم ببینیم که خیلی از مردایی که قتل‌های ناموسی انجام دادن، یا خیلی از مردهایی که از قوانین موجود جمهوری اسلامی استفاده میکنن واسه سرکوب زنها، از جمله مسئله همین خروج از کشور و حق تحصیل و اینجور چیزا، یا حتی حضانت بچه که ازش سوء استفاده میکنن برای سرکوب زنهاشون و گرفتن حق و حقوقی، که در واقع سلب کردن حق و حقوقی، خیلی از این آدم ها اساسا مذهبی نیستن. خیلی از این آدم ها دیگه اسلامشون ازشون جدا شده، اما اون بخش مرد سالارانه اون حالا فرهنگ اسلامی رو نگه داشتن تو خودشون و چطور بگم، یه حالت سلکتیو انتخاب کردن. قسمت های سختش رو که حالا مربوط میشده به عبادت ها و اینجور چیزا رو تصمیم گرفتن بذارن کنار، اما قسمتی رو که به نفعشون بوده رو نگه داشتن. و من فکر میکنم این رو میشه دیگه توی کتگوری، یعنی خارج از کتگوری اسلام بررسی کرد. این دیگه رفته توی بخشی از فرهنگ ما. فرهنگ های امروزی هم که داریم، البته خیلی هاش از دینای قبل از یعنی این که مثلا خیلی مونده توی جامعه، به خاطر این بوده که دینای قبل از اسلام هم کلن اینو اگر که ما بخوایم نگاه بکنیم، مثلا خیلی از بخشای زن ستیزی موجود توی جامعه ما از آیین زرتشتی مونده. منتها میگم همون مسئله است که اون آدم ها زرتشتیت رو گذاشتن کنار، اما بخش مردسالارانش رو نگه داشتن. اون هم باز برمیگرده به همون مسئله که انسانی که بر اساس عرف موجود یه سری مزیت رو داره، فکر میکنه که اگر که این در واقع طرف مقابل رو حق و حقوق مساوی بهش بده، از مزیت های خودش کم میشه. این احساس خطر و این ترس از برابر بودنه که باعث میشه که این در واقع تبعیض رو حفظش بکنه. به نظر من البته دین معمولا منبع یه سری این تبعیضا نبوده، دین معمولا بهونه بوده که این تبعیضایی که به نفع یک گروه بوده رو یه بهونه یک منطق آسمانی بهش بدن که بمونه. یعنی مثل یه چسبیه که میزنن روی این عقاید و باعث میشه سخت‌تر از بین بره. یعنی منبعش نیست ولی بهونه است، بهونه مثلا که استدلال بخوام بیارن که چرا این کار درسته. دین و نقشش اون موقع اینجا نشون میده. و حتی اگه چیزایی هم البته ممکنه این خیلی دین ستیزی من باعث بشه که این حرف بزنم، یعنی ممکنه در حرفم درست نباشه چون خیلی دین ستیزم، ممکنه این حرف بزنم، ولی حتی خیلی چیزایی که تو فرهنگ به نظرم حتی اگه از اسلام هم نباشه، از دینای برای من استدلالش از دینای قبل از اسلام یعنی معرفی شده به فرهنگ. یعنی فرهنگ همیشه تحت تاثیر دین بوده و دین خیلی به فرهنگ شکل داده، حالا چه اسلام بوده چه دینای قبل از اسلام بوده. البته ممکنه چون که من خیلی دین ستیزم، یعنی ممکنه خیلی حرفم درست میگی، به خاطر اینکه از یه جایی به قبل وقتی تو تاریخ برگردیم، اساسا دین خود فرهنگ بوده که اومده یه نفر پکش کرده اسم گذاشته روش. دقیقا من همین رو خواستم.
خب سوال دیگه هم در همین مورد بود که در مورد ریشه تاریخی این تبعیضا پرسیده بودن که خب الان فکر کنم پاسخ داده شد که به هر حال از کجا اومده و اینکه ادامه‌ش هم پرسیدن که در آینده چه چیزی را میتوانیم جایگزین تبعیض‌های اجتماعی قرار دهیم که جامعه ایران بپذیرد. من اصلا سوالشو متوجه نشدم. سوالشون این بوده که ریشه تاریخی این تبعیض‌ها از کجا شروع می‌شود. خب من همین الان اینو گفتم. نه آره پاس همون عرض کردم و من قسمت دوم سوالو خونده بودم که پرسیدن که در آینده چه چیزی را میتوانیم جایگزین این جایگزین تبعیض‌های اجتماعی قرار دهیم که جامعه ایران بپذیرد. ببین اگر که من منظورش رو درست متوجه شده باشم، چون جایگزین تبعیض برابریه، این یه چیز مسلمیه، اما آیا مرد فارس شیعه طبقه متوسط که ماکسیموم مزیت رو داشته به سادگی این برابری رو قبول میکنه؟ این سوال مهمیه، به خصوص در مورد زنها و جامعه LGBTQ. خب این قاعدتا واسه مرد که دارای مزیت بوده سخت میشه تحملش، اما چاره ای وجود نداره. ما نمیتونیم اینو چطوری میگن روکش شکر بزنیم یا مثلا پنبهش کنیم یا صورتیش کنیم که بتونه اونو قبولش بکنه یا یه جوری واسش قابل قبولش بکنیم، نرم تعریف کنیم که اون قبول کنه. اون لطف نمیکنه که قبول میکنه، مجبوره که قبول کنه. در نتیجه وقتی که قانون پشت تساوی باشه، اون مرد هم یواش یواش مجبور میشه قبول کنه. میخوام یه گذر تاریخی نزدیک بزنم. ببین قبل از اینکه قانون خانواده توی زمان محمد رضا شاه بخواد تصویب بشه، مردم میتونستن برن راحت زنشون رو طلاق بدن بدون اینکه هیچ زحمتی بکشن. یعنی برن دفترخونه بگن من میخوام این زن رو طلاق بدم، طلاقش بدن، برن با یکی دیگه ازدواج کنن یا اینکه برن یه زن دوم بگیرن. قبلش اینجوری بود. بعد از اینکه این قانون حمایت از خانواده تصویب شد، اینجوری شد که اگر اولا که مرد نمیتونه دیگه بره مهسرخونه طلاق بده، باید بره دادگاه. توی دادگاه قاضی نگاه میکنه پرونده رو، نه آخوند. بعد ازدواج دوم اگر اتفاق بیفته بدون رضایت همسر اول اگر باشه، و رضایت همسر اول هم باید قانونی و ثبتی باشه، اگر که بدون رضایت همسر اول ازدواج دوم اتفاق بیفته، واسه هر دو نفر، یعنی هم زن دوم و هم مرد، مجازات زندان تعیین شد. آیا مرد سنتی ایرانی اینو خوشش می اومد، راحت باهاش کنار اومد؟ نه، ولی مجبور بود باهاش کنار بیاد. و اگر که انقلاب 57 اتفاق نمی افتاد یا بعد از انقلاب 57 جناب آقای خمینی این قانون رو ملغا نمی کرد، مردم یواش یواش به اون عادت می کردن، چون که قانون بهشون این رو تحمیل می کرد و بعد از دو نسل، بعد از یک نسل بهش عادت می کردن، می شد بخشی از عرف جدید. من یه سوال دارم. بعضیا به مثلا کشورهای مثل کشورهای توی آمریکای شمالی و اروپای غربی نگاه میکنن و میبینن بعضی از این چپی ها، البته نه همشون، بعضی هاشون این درخواست برابری زنان یا ضد نژاد پرستی رو بردن بیشتر از برابری، و به جای اینکه برابری برای زنان بخوان، به جای رسیدن که مثلا مرد ستیزی هستن دارن میکنن، یا اینکه به جای اینکه علیه نژاد پرستی به جنگن، ضد نژاد پرستی بر علیه سفیدپوستان رو دارن توجیه میکنن، یا نژاد پرستی علیه کسایی که مجوریتی هستن رو دارن چیز میکنن. یعنی به جای رسیده که برابری دیگه نیست، علیه این تبعیض با یه تبعیض دیگه دارن میجنگن و میگن که آیا این اصلا وجود داره به نظر شما؟ و بعضی میگن که این کار باعث میشه که حتی این حرکت های جنگیدن برای برابری زنها اصلا به عقب بیفته، برای اینکه خیلی کسایی که اصلا مثلا ضد برابری زنها هستن میان گروه های کوچیکی که ضد مردن رو میان بزرگ میکنن، بیشتر از اون که هست نشون میدن که بتونن تمام این کسایی که برابری زنها میخوان و کاملا بگن که اینا همشون اینجوریان و این گروه ها رو نمیشه بهشون اعتماد کرد. یه کسایی که مثلا دارن علیه نژاد پرستی میجنگن بیان بگن که نگاه کنین اینا همشون اصلا خودشون نژاد پرستن، نژاد پرستی علیه سیاه‌پوستا رو دارن
به جاش میذارن نژاد پرستی علیه سفید پوستا، یه نژاد پرستی رو میارن میذارن کنار، یه نژاد پرستی جدید رو میارن. ولی خب این گروه های کوچیکی هستن که اینجوری هستن، ولی همین گروه کوچیکو خیلی کسایی که خودشون نژاد پرست هستن میان بزرگ میکنن که سعی کنن این حرکت های برابری ها رو کاملا دیسمیس بکنن. شما نظرتون درباره این چیه و چجوری میشه جلوی اینا گرفت؟ ببین فکر میکنم خودت دقیقا جواب این شبهه رو دادی، به خاطر اینکه ما نمیتونیم از انسان ها انتظار داشته باشیم که همه پرفکت باشن. خیلی از کسایی که در واقع میان و خودشون رو فمینیست اعلام میکنن شاید خشم های نهفته ای داشته باشن، شاید خشم های ناشی از تجربیاتی داشته باشن که باعث بشه مثلا اونها رفتارهای مرد ستیزانه داشته باشن. آیا رفتار مرد ستیزانه یک فرد یا یک گروه حتی باید باعث بشه که ما حق و حقوق یک گروه انسانی بزرگتر رو نادیده بگیریم؟ نه. هر دو طرف قضیه باید با اون هم مبارزه کنن، با این هم. هیچ کدوم از دو طرف افراطی که یکی میگه مرد ستیزی باید بکنیم و نمیدونم مردها به درد فقط تولید وز میخورن و این صحبت ها، یکی هم طرفی که میگه زن حالا به دلایلی پایین تر از مرد جنس دومه یا به هر شکلی حتی اگر به همین صراحت نمیگه این طور رفتار میکنه، هر دوتاشون دارن اشتباه میکنن. اینکه ما یکی رو بگیم اشتباه میکنه الزاماً ما رو مجبور نمیکنه که طرف مقابل رو تایید بکنه. ما دو قطبی نیستیم توی همه چیز، مجبور نیستیم اینو قبول کنیم اونو رد کنیم، ما میتونیم جفتش رو رد کنیم. این کار سختی نیست، منطقیه. خب میخواین شما ادامه حرفتون اگه میخواین بدین یعنی که میخواین اگر که مورد دیگه فکر نمی کنم که توی این زمینه باشه. خب من فکر میکنم راجع به نفرت پراکنی توی قسمت اول صحبتم گفتم که حالا این نفرت پراکنی رو از طریق سیستمای حاکمیت انجام میدن یا اینکه به صورت روش های مختلف در واقع یک جامعه ای رو میبرن توی اون در واقع محیط خشن قرار میدن یا حالا یک ویژگی رو برای اونها نهادینه جلوه میدن و باعث میشن که بقیه جامعه نسبت به اونها یه پیش قضاوت سخت و خشن و دور کننده داشته باشه و همین باز باعث میشه که تبعیض اتفاق بیفته. اما یک مسئله هم که در مورد تبعیض هستش که من اینو خواستم که توی عنوان برنامه هم باشه، مسئله تبعیض مضاعفه. ببین ما تا الان راجع به مسائل تبعیض صحبت کردیم، حالا این در واقع تمرکز بیشتر روی مسائل اتنیکی و زنان بود، اما ما در واقع مسائل دیگه تبعیض هم داریم. یکی از مهمترین هاش که توی ایران اتفاق میفته تبعیض علیه توانیاب ها هست، کسانی که حالا به هر دلیلی از نظر جسمانی قابلیت‌های انسان میانگین رو ندارن با سختی‌های بیشتری مواجه میشن و خیلی از وقت‌ها این تبعیض‌ها باعث میشه که کیفیت زندگیشون پایین بیاد و امکانات برابر رو نداشته باشن. ولی جامعه فرضش، یعنی در واقع پیش فرضش، چون بر عدم توانایی اینهاست فکر میکنه اینها این ویژگی‌ها این در واقع مزایا رو ندارن چون خودشون توانایی ندارن، در صورتی که به دلیل تبعیض‌هایی که علیهشون اتفاق افتاده هستش که اونها اون ویژگی‌ها رو اون مزیت‌ها رو ندارن. اگر مثلا یه نفر برای شغلی که الزامی به راه رفتن روی دو پا نداره میاد این محدودیت رو میذاره که توانیابی رو که مثلا با ویلچر حرکت میکنه استخدام نمیکنه، به خاطر اینکه پیش فرضش اینه که این آدم توانیاب توانایی‌هاش با آدمی که روی دو پا راه میره یکی نیست، اون داره تبعیض انجام میده و همین باعث میشه که اون آدم توانیاب با فقر دست و پنجه نرم بکنه، مشکلات اقتصادی داشته باشه، طبیعتاً مشکلات روحی روانی داشته باشه به خاطر اینکه افسردگی پیدا میکنه، به خاطر این پس‌زدگی از جامعه. و همه این مشکلات رو در واقع ما موجودات میانگین، کسانی که ویژگی‌های میانگین انسانی رو دارن، به اون تحمیل کردیم و با تبعیضی که انجام دادیم باعث شدیم زندگیمون سخت‌تر بشه. حالا اگر یک آدم توی ایران، جامعه ایران رو مثال می‌زنم چون برای بیننده قاعدتاً قابل لمس‌تره،
در آن واحد دو تا یا بیشتر از این تبعیض‌ها رو تجربه کنه، عملا زندگی براش به وضعیت غیر ممکن رسیده. اما این چیزی که داره تو ایران اتفاق میفته، یعنی شما یک توانیاب کرد سنی باش، زندگیت از یک توانیاب فارس شیعه سخت‌تر هم هست، در صورتی که اون لول اولش هم واقعا سخت بود. بعد حالا میاد یک لول دیگه تبعیض هم روی این آدم اعمال میشه و عملا امکان زندگی نرمال و انسانی از این آدم سلب میشه. حالا شما این رو توی هر پارامتری در نظر بگیر، یعنی پارامترهای تبعیض رو بذار کنار هم و بگو هر دوتای اینها کنار هم دیگه قرار بگیره، چقدر زندگی سخت‌تر میشه. زن فارس شیعه، زن کرد سنی، زن فارس شیعه، زن عرب شیعه، همه اینها هر کدومشون که دو تا سه تا پارامتر تبعیض روشون اعمال میشه، زندگیشون هی سختتر و سختتر هم میشه. اما این رو متاسفانه جامعه ما نمیبینه، نمیبینه که اگر خودکشی و خودسوزی زنان بین جوامع غیر فارس اینقدر زیاده، علتش صرفا فرهنگ و نمیدونم مرد سالاری درون جامعه نیست، هست، اون هم تأثیر داره، چون زن بودن تو مرحله اول از طرف مردهای همون جامعه هم روی اون زن اعمال شده، تبعیضش در واقع اعمال شده و اون زن آلردی یه دونه تبعیض رو داره تجربه میکنه و یه تبعیض مضاعف هم که معمولا به شکل محرومیت خودش رو نشون میده از طرف سیستم و حاکمیت داره بهش اعمال میشه، به خاطر اتنیسیتی که داره یا به خاطر مذهبی که داره، و این دوتا توامان باعث میشه که اون آدم توان زندگیش کمتر بشه. یعنی ما وقتی که توی خیلی از مطالعات مثلا میایم میگیم که فلان جامعه مرد سالاره به خاطری که خودکشی زناش کمتره، خودکشی زنانش بیشتره، و مثلا میگیم بر اساس آمار خودکشی زنان نتیجه میگیریم که اون جامعه مرد سالارتر از مثلا جامعه فارسه، در صورتی که این ممکنه درست باشه، ممکنه الزاماً هم درست نباشه. شاید اون زنها به خاطر تبعیض مضاعف هست که سطح فشار توشون به حدی میرسه که دیگه از حد تحمل رد میشه و اقدام به خودکشی میکنن. برای همینم ما به خصوص در مورد گروه هایی که توی ایران سیستماتیک هم آسیب میبینن، یعنی توانیاب ها، زن ها، جامعه LGBTQ، باید این مسئله رو در نظر بگیریم که اینا پیشا پیش یک لول تبعیض رو دارن و در مورد لول دوم تبعیض خیلی بیشتر نسبت به اینها حساس باشیم، وگرنه شاهد فاجعه هایی که الان داره اتفاق میفته هر روز هستیم.